خوش آمدین بینندگان نهایت عزیز. برنامه یک پیاله چای سبز هست و مهمانای برنامه هم در استودیو تشریف آوردن. مناطق زیبای کابل جان و چندول دیدیم که چاینکی پزی بود و مرا واقعا غرق کرد. در روزهایی که اونجا می رفتیم، کسایی که چاینکی را استفاده کردن می دانن که چی یک غذای مزه‌دار، یعنی شوروا در داخل چاینک چینی پخته میشه و چقدر طعم خوب 4 ساعت داخل گوشت داخل چیز می جوشه، بسیار مزه‌دار میشه. مادرای نازنینی که صبح وقت می خیزین تندور میکنین و دیگ شوروایتون در پالی تندور در سر قوق میمونین، در شما یک مانده نباشی میگم و روزتان تبریک میگم. از دور دستایتان میبوسم، زیاد گپ نمیزنم. مهمان عزیز ما در استودیو آمدن جناب نوروزی در بخش اطفال و نویسنده و شاعر هستن که میخواین که باز هم در مورد اطفال گپ بزنن. میریم همراه هاشمی صاحب، میبینیم که چی گفتنی داره. بسیار تشکر بانو سلطانه. قبل از اینکه سلام علیک بکنم، همون رقم که شما گفتین، رفتیم به کابل جان و چنداول. من یادم آمد که وقتی که میرفت از پولارتن تیر میشدیم، میرفتیم طرف چنداول و او طرف اجده منزله، یک احساسی برای من دستات چقدر خاص بود. او فضای و شهر و فضای کابل، یک سلام خاص دارم به پایتخت نشینای عزیز. میدانیم هوا سرد است، مشکلات خاصی وجود داره، اما همیشه زندگی میرخم بوده. پس بیایم با امیدواری و توکل به خدا از این مشکلات هم بگذاریم. چاینکی گفتین که ما معادلش هم در، یعنی عزیزان ما در ایران پخته میکنن به نام دیزی که تقریبا یکی است، که شاید من فکر میکنم صرف در مبین چاینک است، هرچند که چه میگه ظرفا و کاسه های سفالی رو اونجا داریم، اما بیشترش در مبین چاینک است. اما طعمش رو هر دویش خوردیم یکی است و این نشان از این میده که ما چقدر فرهنگ غنی داریم و چقدر فرهنگ های ما نزدیک به هم دیگه است. و امر رقم شما نازنینا میدانین، باز هم در بخش مهمان هستیم. جناب حسن نوروزی که در هفته پیش آمدن اینجا لطف کردن در مورد کودکان اینجا گفتگو کردیم، باز هم در استودیو تشریف آوردن. سلام و خوش آمدید میگم و خوشحال هستم که شما رو داریم. خواهش میکنم سلامت باشین. به نام پروردگار آفریننده کتاب و کودکی بحب. در خدمت هست. چقدر زیبا. چی حال دارین؟ سلامت باشین. تشکر. خواهش می‌کنم. بخیر هستین. خواهش می‌کنم. همراه هوای سرد. خوبه. تهران یک چند روز یک کمی هوا خنک شده، ولی خوب سرد شده. آره خیلی باید بچه ها اطفال یه خورده من فکر میکنم که انرژی تان امروز کم است، یا که انرژی تان امروز کم است. والا نه، انرژی اتفاقا دوستا رو می‌بینیم، بانو سلطانی رو دیدیم، شما رو زیارت کردیم، خیلی خوشحال شدیم دیگه. آمادگی دارم، انشالله در خدمت هستیم. بسیار عالی. میشنین سلام. ارتباط ما قطع شد. بسیار تشکر میکنیم از جناب نوید تاجیک. چه کار نیک کرده بودن نوروز چایب و آمدن. خوش شدیم. میگه که من خانه خود را، نصف خانه خود را آمدیم و کتابخانه درست کردیم. چقدر این یک همت بالا. سلامت باشین. خیلی خوش شدیم که ما واقعا به صورت زنده و لایو و صدای نوید جان شنیدیم که فعالا در عرصه کتاب و کتابداری. یک نکته دیگه هم هست که ایشون نام بردن از گروه گهواره. جا داره از همینجا زنده تشکر کنیم واقعا از گروه گهواره، دستان در کارایشون که هستن در بخش چاپ کتاب در زبانهای مختلف که در افغانستان هست. درست. اینا ایشون کتاب چاپ میکنن، مخصوصا در حوزه کتاب به حساب دیجیتالی، چون اغلب کودک ها دیگه دسترسی ندارن. بله. دهات دور افتاده اینا. خیلی کار شایسته و نیک، انشالله که همیشه موفق باشه. انشالله. و تمام اعضایی که در عرصه فرهنگ و ادب کشور کار میکنن همچون شما، انشالله که همیشه صحتمند باشین و لباس عافیت بتن داشته باشین. خب برمیگردیم به موضوع خود ما که در مورد کتاب کودک یا اطفال هست. با توجه به اینکه شما هم در داستان نویسی و هم در شعر کودکان تجربه دارید، کدام یک از اینها تأثیر بهتر و بیشتری روی اطفال میمانه؟ خدمت شما عرض شود، همونجور که شما خود شما بیشتر اطلاع دارین، ادبیات شامل دو شاخه بیشتر، مثلا یا شعری، ادبیات شعری داریم یا ادبیات داستانی داریم. اینا تفکیک از اینا حقیقتا در ادبیات کودک یا خود پیچیده میشه. ما خیلی توضیح بدیم بگیم مثلا کدامش تاثیر بیشتر داره در کودکان، کدامش تاثیر کمتری داره. منتها خب ما وقتی نگاه بکنیم از لحاظ رده سنی بچه‌ها را، بله،
مثلا بچه های گروه الف مثلا قبل از دبستان یا مثلا یعنی شش هفت. آره مثلا از سه سال شما بگیریم که بیشتر دایره لغات بچه ها در این زمان خوبه، مثلا بیشتر لغات میفهمه، شعر تاثیر بیشتری داره. یعنی از شما سنین دو سالگی بگیرین تا شش سال هفت سال، یعنی قبل از ورود به مکتب، اینا شعر تاثیر بیشتری داره. خود شما هم شاهدین، مثلا شما وقت طبیعت نگاه میکنین، مثلا ما رودخانه داریم، مثلا آبشار، اینا همه یک ریتمی داره، بچه با ریتم خیلی علاقه داره. مثلا اصلا به طور فطری خودش ریتم علاقه داره. شما مثلا میان برای بچه یک ناخودآگاه فرزند خودتون سوال کنین، مثلا بیاین یک ریتم ایجاد کنین، خوش میشه بچه. به همین لحاظ تاثیر بیشتری داره. زیر هفت سال شعر خیلی خوبه مثلا، ولی برای قسمت داستان ما بعد از هفت سال میتونه تاثیرگذاری بیشتر داشته باشه. درست. یعنی برای زیر هفت سال، یعنی اگر مثال ما میگم قرار است که ما بیایم طفل خود یا یک ما اطفال خود ما را علاقمند بکنیم به حوزه هنر و همچنان ادبیات، یعنی ما میتونیم حداقل از شعر شروع بکنیم. کمایی که ما در فرهنگ خود ما بسیار از این اشعار را داریم که مخصوصا مادرها میخوانن و زمزمه میکنن. چطور بانو سلطانی؟ شعرهایی که مادر میخوانه برای اطفال از همون زمانی که در روی پایش دلو میگه و اون شعرها را میخوانه تا زمانی که انسان اصلا زنده است، او را فراموش نمیتونه بکنه. بله فراموش. و بعد از هفت سال ادبیات داستانی ما. بله بیشتر، چون بچه یک مقدار صبر و حوصله‌اش بیشتره. یعنی مثلا شعر با او حال که مثلا یک قطعه ادبی کوتاه است، زیر شش سال یعنی تعامل چیز داره، بچه ریتم داره، مثلا یک آب زندگی خاص داره. ولی داستان بعد از هفت سال به نظرم یک شرایطی چیز داره، مثلا طولانی تر، بچه خسته نمیشه از لحاظ محتوا. ممکنه مثلا بچه به حوصله‌اش از کتاب زده شه و شما زیر شش سال اجبار کنی که شما بین حتما همین داستان بلند بخونید. درست. موضوعات داستان ها و اشعار کودکانه بیشتر چه موضوعاتی هستن یا میتونن باشن؟ خدمت شما شد، ما میتونیم این رو از دو منظر نگاه کنیم. یکی منظری که شما هم ادبیات کهن نگاه کنین، بزرگای ما مثلا امثال فردوسی و درست. مثلا سعدی و مثلا نظامی حتی رسائل کنیم، اینا آمدن به یک سری داستانای اخلاقی آوردن داخل مضامین شعرشون. یعنی بیشتر ادبیات پرداخته به ادبیات قدیم و پرداخته به شامل مثل تربیتی اخلاقی، مثلا بیشتر هم واژه قدیمی بگیم تعلیمی. ولی با موضوعات جدید که ما نگاه بکنیم بیشتر جنبه امروزی داره. مثلا قانون مداری هست، مثلا شهروند مداری هست، که مثلا چطور طفل بیا یک شهروند خوب باشه. مثلا شما همین موضوع را میده به صورت داستان یا شعر میگنجانین در اثر ادبی. بیشتر هم مثلا حفظ طبیعت، مثلا حفظ محیط زیست برای بچه آموزش میدن. یعنی موضوعات جدید، یا مثلا یک نویسنده های هستن مثلا در مورد کتاب برخورد، مثلا یک چیز جزئیش، مثلا می آموزش میده که چطوری ما با فضای مجازی کودک برخورد کنه، مثلا ساعت های طولانیش اختصاص نده، یا مثلا یعنی آموزش های امروزی بیشتر کاربرد داره تا مثلا چیزای قدیمی. درست. اما رقم که شما گفتین و اشاره کردین به ادبیات و اینکه همخوانی داره با به هر حال یک نوع تربیتی است. امروز در مورد مادر خیلی گپ زدیم، اما مگه روح پدرم شاد که میگفت به استاد فرزند مرا هیچ میاموز بجز عشق. و حتی همون رقم شما بهتر میدونید، یعنی ادبیات جایگاه خاص خودش را داره در حتی میگم همون مضامین کودکانه. خب اگر شما موافق باشین و شما دو بزرگوار، میریم یک وقفه کوتاه میگیریم، همراه ما باشید، ما رو تنها نمانید. پس میریم. شکر بسیار زیاد احمدزاده صاحب، از گپ دلچسب گل و گیاه نمیتونیم تیر شویم، اما اون طرف استودیو هم همکار ما همراه مهمان ما منتظر هستن. میریم ببینیم که گفتنی های از اونا در کجا رسیده. بسیار تشکر از جناب احمدزاده صاحب و همچنان شما بانو سلطانی. شما اهل گل و گیاه هستین جناب نوروزی؟ خدمت شما شد. اتفاقا ما قبل از ورود به استودیو جناب احمدزاده صحبت داشتیم. خ
خودم شخصا خیلی علاقه دارم در گلگیا. یعنی دارین در خانه؟ بله ان شاء الله که شما اگه تشریف بیارین خانه ما گلگیا از انواع مختلفش دارم. بعضی از دوستا میه واقعا حالا تعریف نشون میگه واقعا خوره شما خیلی آرامش بخشه. بعض وقتا ممکنه یک سختیای داره گلگیا، ممکنه خوش شه و شما ناراحت شوین دیخ شوین، ولی خب آدم یک احساس مسئولیت پیدا میکنه. شما عرصوب برین به او مثلا غبار پاشی بکنین، آب بدین، مثلا بررسی کنین، خاکش سالانی عوض کنین، مثلا ببینین احتیاج به هرس داره. حالا افغانستانی واژه هرس نمیدونم چی میگن، هرس میگن شما. آره مثلا بگیرین کوتاه کنین، بالاخره رسیدگی کنین اثر لاز. این من خودم شخصا خیلی علاقه دارم. موبایل که خیلی سخت بود برای من که مثلا گل خوش میشد ناامید میشد، ولی کم کم مقاومت کردیم. خانم هم و یاد گرفتیم. آره با ما همراهی کردن. خیلی خوبه گلوبیا. به نظر آقای احمدزاده قبل از ورود به استودیو اشاره داشتن، یعنی خیلی آرامش بخش. و از اینجای شما شاعر و نویسنده هستن، مخصوصا در حوزه کودکان نمیش. کار میکنه، این تاثیر میمونه بر روی شما؟ بالاخره انسان جزی از طبیعت، یعنی شما وقتی شهرنشینی رو تجربه کنین، بعد از مدت ها یک دفعه میرین دامن طبیعت تجربه میکنین، آدم یک دوچار یک نشاط روحی خاص میشه. یعنی انسان از طبیعت جدا نیست، شما بخشی از طبیعت میارین در خانه تان، در راپلا میمانین، در پذیرایی میمانین، در اتاق خواب میمانین. یعنی آدم از اون طبیعت سعی میکنه بخشی از طبیعت در خانه بیاره، یک آرامش خاص ایجاد میکنه برای آدم. بسیار خوب. تصویرسازی کتاب کودکان چی ویژگی میتونه داشته باشه و چه تفاوتی با رسامی های افراد بزرگسال میتونه داشته باشه؟ رسامی یا نقاشی یا تصویرگری امروز واقعا یک جایگاه خیلی خاصی پیدا کرده در زندگی ما انسان ها دیگه. خودم بیشتر شاهد مخصوصا با فضای مجازی، شما هر جایی که رو کنید تصویر میبینید. بله. در خیابان برید تصویر میبینید، بیلبوردها رو میبینید، تبلیغات تصویر میبینید، گوشی خود سعی میکنید تصویر میبینید، تلویزیون رو سعی میکنید. خود تصویر یک میدیوم است، به قول بچه رسانه ای یک رسانه خودش دیگه. بله. شما مثلا بدون که یک کلمه یاد باشه با تصویر صدها چیز میفهمین. به خاطر همین برای که ادبیات کودک تاثیرگذاری بیشتر داشته باشن، اومدن کتابا رو همراه با تصویر کردن. یعنی بعضی از کارشناسای حوزه کودک اعتقاد دارن که تصویر مکمل خود متن کتابه. حتی بعض وقتا میتونه از خود متنم یک چیزایی به کودک افزایشی اضافه کنه به اطلاعات کودک از لحاظ بصری. یعنی مثلا دانش آموز خود که خواننده کتاب میگه کتاب میخونه، از لحاظ زبانی غنی شوه، از لحاظ بصری هم بالاخره چشمش چیز میشه. مخصوصا کودکای زیر 6 سال درست. بیشتر کتابای تصویری دارن. شما دقت کرده باشین مثلا کتابای 3 سال 2 سال متن نداره، فقط بچه می با تصویر سر کار داره، تصاویر مختلفی که به خاطر همین کم کم وقتی بچه کلانتر شوه میان مثلا داخلش مثلا کودکای 5 سال متن مثلا یک چند تا متن مابین چیز میجه. به خاطر همین همخوانی و متن و تصویر خیلی مهمه. حتی یکی از چیزایی که مثلا معیارهایی هست که والدین میتونن کتاب انتخاب کنه، دقت به تصاویر کتابه که مثلا چیز نباشه، مثلا غیر مناسب نباشه. بسیار عالی. در جلسه پیش در مورد رده‌بندی کتاب کودکان اینجا گپ زدیم که کمک میکنه به انتخاب مناسب برای کودکان ما. اما در بخش محتوای کتاب ها چطور میشه فهمید که کتابی که از نظر سنی، مثال اگر الف باشه، من چطور میتونم بفهمم که این محتواش برای کودک مناسب هست؟ در این رابطه خیلی از کارشناسا چیز کردن، صاحب نظران کار کردن، مخصوصا خیلی از مجموعه های فرهنگی در زمینه کتاب که مثلا ارائه بده برای والدین که چه کتابی مناسبه. در سطح جهانیش که من زیاد متأسفانه اطلاع ندارم، ولی در سطح ایران که ما الان چند سال زندگی میکنیم، شورای کتاب کودک سال 73 بود به گمان ما، 1373 خورشیدی، اینا یک راهکارهایی دادن که به 5 عنوان چیز میشه، تقسیم میشه. یعنی ما از 5 منظر میتونیم کتاب رو برای کودک انتخاب کنیم. منظر اولش یا نگاه اولش محتوایه. والدین بین مثلا محتوای کتاب بررسی کنن که از لحاظ محتوایی چه رقم است متن، بیان بررسی کنن. یعنی یک خب کمی زمان نه، برای مثال من میگم من میرم در کتابخانه، من میخوام یک کتاب بخرم برای کودکم، یعنی من باید بیایم و کتاب رو باز کنم به گفته عامیانه یک سرسرکی باید بخونم یا نه، یا کاملا باید مطالعه بکنم کتاب رو؟
خب بعضی وقتا والدین ممکن حوصله نداشته باشه، ولی بهترین راهکارش همیه که والدین قبلش کتاب رو بخونن بعد ایراد بدن. ولی خب یه جواب نیست، بعضی وقتا والدین نمیتونن واقعا وقت ندارن یا مثلا کتاب خاص خودشون میخواین بخونن. درست. به خاطر همین اومدن نظر دادن که آیه پنج راهکار است. یکیش همین مثلا بررسی محتوای است، مثلا از لازم محتوای چی هست کتاب. درست. مثلا غیر آموزنده نباشه. بخش دومش از ساخت و پرداخته، یعنی مثلا نویسنده آمده باشه محتوا ایجاد کرده باشه ولی ساخت و پرداختش ضعیف باشه. مثلا شما مثلا یک داستان ایران میده که مثلا میگین ما از این نقطه شهر به نقطه شهر آمدیم، بچه وقتی میکنه همون مثلا گیج نشود. یه از لازم منظر دومش. منظر سومش زبان و نگارشه، یعنی شما شلخته نباشی نویسنده بیار مثلا زبان کودک مثلا پنج ساله رو مثلا بگیره در ده ساله اختصاص بده. بعد حوزه دیگه شما از تصاویره، این چاره میشه. درسته. یعنی مثلا والدین یا مربیان یا آموزگاران که کتاب انتخاب میکنن یا کتابدارایی که برای کتابخونه کتاب انتخاب میکنن، بیان تصویر کتاب نگاه کنن که همخوانی داشته باشه با متن کتاب. و پنجمیش هم که هست ارائه ایده، مثلا از لحاظ ظاهری کتاب قطعش مهمه، مثلا نوع حروفش مهمه، بعد دیزاین کتاب مهمه. اینای پنج راهکار میتونه برای والدین چیز باشه. بسیار تشکر جهان، سپاس. وقت دیگر باقی نمونده، باز هم امروز این روز بزرگتر و تمام بانوان سرزمین و همچنان همکارانم از بانو هما سلطانی گرفته تا پرودوسر بسیار خوب بانو خالدی، بسیارشان بانو منصوری و همکارای در رژی هستن، بانوان و مادران تبریک میگم. واژگان بسیار زیاد است برای مادر، مادر، آبه، آیه، بوبو، اما مادر مادر است با هر واژه‌ای که بخوایم بگیم. زیباترین آرزوها رو برایتان دارم، هر کجا هستی باش، آسمانت آبی و دلت از غصه دنیا خالی. خدا نگهدارتون.